یک پیج درست کردم براتون، خب آنلاین مشاور، مثل آنلاین آکادمی، آنلاین مشاور، نبخشید اشتباه گفتم، مشاور آکادمی، مشاور آکادمی. تو این پیجه هر جور سوالی دارید یا اگه برنامه میخواین یا هر چی بپرسید، هزینه هم نداره هیچی. همین مشاور آکادمی، برنامه عقب موندید بپرسید، بگید یه برنامه جدید بهتون بدن یا هر چیز دیگری. ما از تعدادی از همکارامون خواهش کردیم بیان تو این فضا، هم انگیزشی هم مشاوره‌ای هم برنامه دادن، به شما برنامه ها رو بدن در مورد نحوه مطالعه دروس. هر سوالی دارید بفرستید، کسایی که ادمین این پیجن هماهنگی لازم رو میکنن، با مشاور یا معلم صحبت میکنن، جواب شما رو یا پست میذارن به طور عمومی یا براتون دوباره جداگانه تو دایرکت میفرستن. خب بریم سوال بعدی. آها این نکتهشو من بعدش گذاشتم. کتاب میگه مراحل پایانی گوارش غذا به ویژه در ابتدای روده باریکه، یعنی 12. سوال چی میگه؟ میگه مراحل پایانی گوارش غذا به ویژه در بخشی از روده صورت میگیره، یعنی در 12 که بلافاصله بعد از آن. آقا صورت سوال میگه ساده شد، چقدر سوال راحت شد. میگه بلافاصله بعد از 12 چی میشه؟ جواب 1، بخشی از مواد مغذی خب جذب میشه میره تو محیط داخلی. 2 که میگه ترکیبات موجود در روده جامد میشن، مال روده بزرگه. 3 میگه بدون پرز، مال روده بزرگه. 4 هم که اشتباه گوارش ذرات چربی که اونجا شروع نمیشه. بنابراین سوال 174 جواب میشه گزینه 1. خب سوال 175، فقط کلاسون هم شما میبینید دیگه. سوال 175 نمیخوام، اوکیه، بچه ها دارن پیام میدن. لطفاً دوباره این کار رو انجام بدید یا نتتون رو عوض کنید. بچه ها با شماره بزنید. صد و هفتاد و پنجیم. صد و هفتاد و پنجیم. یک میبینم و 3. یک میبینم و 3. سه بیشتر. جنگیه بین گزینه 1 و گزینه 3. اوه. خب لطفاً دقت کنید. سوال 175 گفته در یک فرد بالغ که یه جور کمخونی ایجاد شده، میدونید دیگه، به خاطر فاکتور داخلیه، یعنی در این فرد به یک علتی فاکتور داخلی کمه. یکیش ممکنه این باشه، یاخته‌های درشت‌تر غدد معده کم شدن، ممکنه دیگه، بله. بعد میگه نه، میگه که در این فرد کدوم ویژگی دور از انتظاره؟ خب یکی اینکه یاخته‌های درشت‌تر، یعنی سلول‌های کناری کم شده. 2 اینکه در بدن این فرد چون این سلول‌ها کار نمی‌کنن، اسید معده تولید نمیشه، پپسینوژن هم خوب نمیشه پپسی، بنابراین گوارش شیمیایی ناکافی و ناکارآمد پروتئین داریم. 3 میگه کاهش میزان نوعی ویتامین محلول در آب
در رژیم غذایی فرد. خب آقا ببخشید، یه نفر سلوله های کناریش مشکل داره، به رژیم غذاییش چه ربطی داره؟ یعنی طرف یه غذایی میره میخوره که B12 توش نباشه؟ ربطی نداره که، یه کلک ساده است. اینکه یک نفر یک مشکل گوارشی داره به اینکه تو رژیم غذاییش چیزی تغییر بکنه ربط نداره که، طرف مشکل گوارشی داره، ویتامین B12 هم به اندازه کافی میخوره، ولی چون فاکتور داخلی نداره نمیتونه خوب جذبش کنه. بنابراین جواب میشه C. 4 هم گفته افزایش pH معده، اینم میشه دیگه حس کرد، یعنی قابل انتظاره، به خاطر اینکه ممکنه سلولای کناریش که اسید تولید میکنن از بین رفته باشن، در این حالت خب اسید کمتر تولید میشه، pH میاد بالا. پس سال 175 جوابمون مشخص شد، گزینه C. 176 لطفاً خوب دقت کنید، جواب گزینه 1، سیاه رگ باب نسبت به سیاه رگ کلیوی هم مواد غذایی هم مواد زائدش بیشتره. یه دونه جدول داریم خیلی مهمه، تو این جدول 4 سیاه رگ، سیاه رگ بازو به نمایندگی از سیاه رگ های متداول گردش خون عمومی، سیارگ باب، سیارگ کلیوی و سیارگ بندناف با هم مقایسه میشه. خواهش میکنم خیلی خوب دقت کنی. آقا سیارگ بازو یا حالا سیارگ های دیگه بدن مال گردشون عمومی، مواد غذاییشون کمه ولی مواد دفعیشون، چه اوره، چه اوریک اسید، چه CO2 زیاده، اکسیژنشون هم که کمه. سیارگ باب مواد غذاییش اتفاقا زیاده، چون مواد غذایی میبره به کبد بجز چربی ها، اوره و اوریک اسید و CO2 هم زیاده، ماده دفعی زیاده، اکسیژنش کمه. سیارگ کلیوی مواد غذاییش کمه اما اوره و اوریک اسیدش هم کمه. سیارگ کلیوی کمترین میزان اوره و اوریک اسید بدن رو داره در بین سیارگای مختلف گردشون عمومی، اکسیژنش هم خب کمه، CO2 زیاده چون خونش تیره است. سیارگ بندناف خیلی باحاله، مواد غذایی و اکسیژنش زیاده، مواد دفعی حالا چه گاز تنفسی چه اوره اوریک اسیدش کمه، که باید حتما اینو به خاطر بسپرید. در مورد تنظیم فرآیندهای گوارشی دو تا حالت داریم، یکی عصبیه، بچه‌ها یادتون باشه ما دو تا شبکه عصبی داریم، یک شبکه عصبی زیر مخاطیه، یک شبکه عصبی بین ماهیچه طولی و حلقوی، زیر طولی در واقع قرار گرفته، اینا میتونن تحت تاثیر خود مختار میتونن مستقل باشن و به جز اون دو تا هورمون هم که چند بار در موردش صحبت کردیم، یعنی هورمون های سکرتین و گاسترین در تنظیم فعالیت دستگاه گوارش نقش داره. سال 177 با توجه به همین قضیه مطرح شده، میگه چند مورد از اینا اگر در لوله گوارش اختلال ایجاد بشه دیده میشه. الف افزایش حرکات کلون پایین رو میتونه اتفاق بیفته، به افزایش میزان چربی مدفوع میتونه، چون اگر حرکات روده باری کم بشه چربی ها خوب جذب میشن میرن توی مدفوع، خوب گوارش پیدا نمیکنن میرن توی مدفوع. اما جیم و دال ربطی به اختلال لوله گوارش نداره، چون پانکراس که جزء لوله گوارش نیست، دال هم مربوط به کبد، ربطی به اختلال لوله گوارش نداره. اما در مورد تنوع گوارش من میخوام یه چند تا موضوع رو خدمتتون بگم. بچه ها سیستم های گوارشی اینجوریه، یه سری که اصلا لوله گوارش و دهان و اینا ندارن، گوارش غذا ندارن، مثل کرم کدو، یه سری مثل پارامسی یا آمیب که آغازیان فقط گوارش درون یاخته ای غذا دارن، یه سری مثل هیدر یا عروس دریایی یا پلاناریا گوارششون اول برون بعد درون یاخته ایه، یعنی اول بیرون سلول یه گوارشی میدن بعد اینا رو ذراتو میکشن توی سلول گوارشش رو ادامه میدن. اما در مورد هر کدوم از اینایی که لوله گوارش دارن
دو تا موضوع مطرحه. موضوع اول، خواهش میکنم لطفاً یک بار دقت بکنید. لطفاً دقت بکنید. موضوع اول اینه. بچه ها اگه خواستید ترتیب لوله گوارش رو بنویسید خیلی سریع، یه قانون کافیه بدونید. همیشه بعد از مری چینه‌دانه، بعد از معده سنگدان. مری چینه‌دان، معده سنگدان، قبلش دهان، بعدش هم روده. این مال کیه؟ این مال پرنده است. اگه کرم رو خواستید بنویسید، کرم خاکی، معده نداره ولی حلق داره، پس میشه دهان، حلق، مری، چینه‌دان، سنگدان، روده. پس پرنده هرچه که هست، کرم خاکی، معده رو برمیداریم جاش حلق میدیم. برای ملخ چی؟ برای ملخ سنگدان نداره، سنگدان رو بردارید جاش پیش معده بدید. یعنی اینجوری میشه دهان، مری، چینه‌دان، پیش معده و کیسه هایش، معده، روده. ملخ سنگدان نداره، جاش پیش معده داره، که حالا اینا رو تو فیلم قبل از کلاستونم براتون فرستاده بودم. موضوع بعدی اینه. باز دوباره توی فیلم ها گفته بودیم در ملخ یک، گوارش غذا یه جورایی بیرون از لوله گوارش شروع میشه، در اون محل صفحات آرواره مانند. بعد که غذا میاد وارد دهان میشه، این قدرت بزاقی هم ترشحاتشون اضافه میکنن، گوارش شیمیایی در دهان شروع میشه توسط آمیلاز، بعد غذا میاد وارد چینه‌دان میشه. تو چینه‌دان گوارش تحت تاثیر همون آمیلاز بزاق ادامه پیدا میکنه، میاد تو پیش معده. تو پیش معده هم آنزیمای معده و کیسه معده اضافه میشه. یادتون باشه چینه‌دان و پیش معده از این نظر که هر دوتاشون محل گوارش شیمیایی هن ولی خودشون آنزیم تولید نمیکنن شبیه هن. یعنی چینه‌دان و پیش معده آنزیم تولید نمیکنن ولی محل گوارش شیمیایی هن. بعد غذا میاد وارد کیسه های معده میشه، تو کیسه های معده گوارش شیمیایی تمام میشه، محل خاتمه گوارش شیمیایی کیسه های معده، و بعد غذا میاد وارد معده میشه و در معده جذب صورت میگیره. ضمن در حشرات لوله های مالپیگی به روده میریزند، ترشحاتشون اوریک اسید رو به روده میریزند. در مورد نشخوار کنندگان، مسیر حرکت غذا اینطوریه. اول غذا به شکل نیمه جویده از مری میاد وارد سیرابی و بعد نگاری میشه، بعد دوباره از مری میره تو دهان، این دفعه کاملا جویده میشه، بعد دوباره برمیگرده تو سیرابی و نگاری. یعنی یک بار غذای نیمه جویده، یک بار غذای کاملا جویده، میاد تو سیرابی و نگاری. بعد از اون از نگاری دیگه میره توی هزالا، آبگیری میشه، میره توی شیردان و بعد میره توی روده باریک. من یک کوچولو شکم به اینه که در کنکور سراسری پیشرو اینو سوال بدن. حالا میگید آقا مگه ندادن؟ چرا ترکیبی سوال داده بودن؟ فکر میکنم خودشو سوال میدن. بیایید یه چک بکنیم. من براتون دستگاه گوارش نشخوار کنندگان و تمام قسمتاشو اینجا گذاشتم. لطفاً دقت بکنی. مری، سیرابی، نگاری، هزالا. چند بار غذا رد میشه؟ چه جور غذایی رو میگیرن؟ آیا نیمه جویده یا کاملا جویده؟ بعضیا هر دو تاشو میگیرن، بعضیا فقط کاملا جویده رو میگیرن. از کجا غذا رو میگیرن، به کجا غذا رو انتقال میدن؟ در مورد از مری تا روده باریک، شیردان و نمیدونم نگاری و هزالا و سیرابی و اینا همه رو نوشتیم.
لطفاً سؤال 178 با شماره سؤال خواهش میکنم. سؤال 178 هر دو تا کلاس فصله؟ صدا مشکلی نداره؟ خب پاسخ آزمون در نیومده هنوز؟ نه نفر اول من میخوام ببینم کی شده به من بگی. شما بشین خانم ببین نفر اول کی شده یا آمار بگیر. صد و هفتاد و هشت دو زیاد داریم و سه. چهار هم داریم که. بچه ها گوارش درون یاخته ای سوالش کوچولو سخته. اولا تو حشرات دیده نمیشه. یه نکته رو به خاطر بسپرید، هر کس لوله گوارش داره غذا رو به شکل درون یاخته ای گوارش نمیده. هر کس لوله گوارش داره غذا رو به شکل درون یاخته ای گوارش نمیده. هر کس لوله گوارش داره غذا رو به شکل درون یاخته ای گوارش نمیده. الان گزینه چهار جانوری که تناب عصبی شکمی داره و گزینه یک حشرات، اینا لوله گوارش دارن، پس این دوتا که نمیشه. دو هم میگه هر جانور فاقد لوله گوارش گوارش در اون یاخته یه غذا داره. خب کرم کدو هم فاقد لوله گوارشه، اون که اصلا گوارش نداره، پس دو هم نمیشه. ولی سه جوابه. میگه یه جور جانور فاقد معده داریم گوارش در اون یاخته یه غذا داره. آیا درسته؟ بله. کی؟ هیدر. هیدر معده نداره که، ولی گوارش در اون یاخته یه غذا داره. مرجانیان، پلاناریا. کلاس تا ساعت 7:30. اون دوست عزیزم 911-675 الان مشکلت حل شد از این سایت وارد شدی؟ خب سوال 179 اینه قشنگ خوشگل جواب منو بزنید ببینم چی کاره ای. سوال 179 کرم لوله‌ای لوله گوارش داره و گوارش غذاش فقط برون یاخته‌ایه. لطفاً با شماره بزنید. چراغ اول رو 920 روشن کرد فکر کنم. دیگه نتونستم باهوشو بخونم. زد 3. 179 3 زیاده. 179 3 زیاده. 3 زیاده. 3 3 3 بابا دقیقاً درسته. حجیم‌ترین بخش لوله گوارش در کبوتر چینه‌دانه که در ملخ محلی برای ذخیره غذا و نرم‌تر شدنشه. 180 هم خیلی مرده. سوال 180. آقا حضور بی سرعت ببین. سوال 180. تا اینجوری دیده بودی؟ حالا یه مسابقه میذاریم بهت جایزه میدیم. اینو برگردون تو صفحه. برگردون تو صفحه دیگه. تونستی؟
کو؟ آقا نمیشه یعنی چی؟ به من چه جوری طلب؟ موفق شدی؟ آه. بعد ببین سوالام سخته، تازه البته داره بهتر میشه. قشنگ خوب دارن با فکرتر جواب میدن. 180 بله، عمده بچه ها گزینه 4 رو انتخاب کردن، جوابم 4ه. بخشی از معده که غذای کاملا جویده رو از مری دریافت میکنه، یعنی سیرابی، چون سیرابی یه بار غذای کاملا جویده، یه بار هم غذای نیمه جویده رو از مری دریافت میکنه، محلی برای گوارش میکروبی سلولوز در دو مرحله هست. گزینه 1، کجا غذا رو به شکل نیمه جویده از نگاری دریافت میکنه؟ هیچ بخش از معده نیست که غذا رو به شکل نیمه جویده از نگاری بگیره. یک، قسمت اولش اصلا غلطه. دو، میگه کاملا جویده را به شیردان انتقال میدهد. کدوم بخش معده هست که غذای کاملا جویده را به شیردان انتقال میده؟ جواب میشه هزالا. بعد میگه مستقیما از مری غذا میگیره، اونم که غلطه. سه، نیمه جویده را به هزالا انتقال میده، هزالا غذای نیمه جویده نمیگیره. تو اون جدوله نمیدونم متوجه شدید یا نه، این خیلی خوبه، اصلا همه چی توش مشخصه. مثلا داره میگه هزالا غذایی که میگیره فقط کامل جویده است، شیردان غذایی که میگیره فقط کامل جویده است، ولی نگاری غذایی که میگیره بستگی داره، یا نیمه جویده است یا کاملا جویده است، یا اینکه چه جور غذایی به کجا انتقال میده. مثلا نگاری اگه غذا رو بفرسته مری نیمه جویده است، ولی اگه بفرسته هزالا کاملا جویده است. بعد مثلا میاد به من سوال میده، میگه بخشی از دستگاه گوارش نشخوار کننده که نگاری به آن غذای کاملا جویده را انتقال میدهد. جواب تو گزینه ها میشه نقش اصلیش جذب آبه، ولی اگه بگی نیمه جویده را انتقال میده یه چیز دیگه است. خیلی این جدولتون خوبه، من خودم ازش خوش آمد. رفتیم که رفتیم، یه فصل رفتیم جلو. آقا یه فوق‌العاده مهمان شدید، یه فوق‌العاده مهمان شدید فعلا تا به بقیهش برسیم. کنکور سراسری که گذشت، گوارش خوب سوال داشت، تنفس هم خوب سوال داشت. من تمام تلاشمو میکنم که شما در همین تست هایی که میبینید، همین صفحات، همینه که دارم باهاتون کار میکنم و همین تستا، همین نکته هایی که دارم بهتون میگم، تعداد قابل توجهی سوال ببینید. آها، یه چیزی هم تو پرانتز بگم، من نمیخوام برنامه‌ام به هم بخوره. آقا اوکی، من یه جلسه نیاز دارم برای اینکه باقی مانده اینو بگم، شاید 2 ساعت نیاز دارم، شاید 3 ساعت نیاز دارم. من اون جلسه رو جدا میذارم. چرا؟ چون دانش آموز درس خونه درست حسابی که خیلی از شما عزیزان جزشید برنامه داره، من میگه آقا نفر من که ببخشید عذر میخوام، مسخره نیستم که، یه روز میای یه برنامه مینویسی، امروز این، فردا این، امروز اینو بخون، این جزوه رو اینجوری بخون، اینو فقط روز سه‌شنبه بخون، اینو بعد وقت من میگه آقا امروز نشد، یه روز فوق العاده داریم، پس هفته دیگه ما ادامه مثلا 5 فصل رو بریم، بعد کل برنامه من یه هفته بره عقب. نه، همچی چیزی نیست، هفته دیگه یه سر جاشه. باشه بچه‌ها، تک تک کارهایی که گفتیم همون رو انجام میدیم. یه روز من با شما هماهنگ میکنم، حالا به خاطر عقب موندن امروز دیگه، حالا پیش اومد که این فوق‌العاده امروز رو بذارم. چون بازم تکرار میکنم، من معلمم باید مثل البته شما هم فکر کنم عمدتون همینجوری دیگه. الان درسته خیلی وقت ما رفت سر مثلا تقریبا 1 فصل دیگه، ولی عمده حرف زدیم، از گوارش هر جور غذایی حرف زدیم، از تنظیمش حرف زدیم، از سکرتین گاسترین حرف زدیم، از قدم کدوم کوچیکه، کدوم بزرگه، کدوم چه شکلیه، نمیدونم، از همه چه حرف زدیم، کلی نکته با هم کار کردیم. حسمون خوبه نه؟ به نظرم میارزه، اب نداره، حالمون خوب باشه، حالا فوق‌العاده میذاریم دیگه، چند تا فوق‌العاده میذاریم، این هر چقدر که عقب موندیم به ازاش فوق‌العاده میذاریم، ولی برنامه‌مون سر جای خودش اگه موافق باشی. خب
نه ما ثبت نامو بستیم دیگه. خانم مریم چت امروز خیلی شلوغه، خیلی شلوغه. من دیگه از جلسه آینده فقط ثبت نامی ها ورود داده می شوند. امروز یه عده عزیز هم به عنوان جلسه اولی و به شکل رایگان حضور پیدا کرده بودن که روز یک شنبه به طور دقیق به طور کامل ثبت نام کلاس زیست بسته میشه و خب مطمئناً چت شرایطش خلوت‌تر میشه، نگران نباشید. خب یک چند نفری هم اعتراض کردن، میگن امروز خیلی تمرکز گذاشتی روی گوارش. نصف سوالا، نصف سوال نبود ولی 20 سوال بود، درست میگید شما. من تابع کنکورم، من تابع کنکورم. الان چند ساله؟ شما نگاه کنید 98 و 99 بعد به من حق میدید که تو این فصل، تو این پنج فصل یک که اصلا کاریش ندارن، ما هم دو تا سوال داشتیم دیگه. بعد حتی گردش خونم نگاه کنید خیلی دیگه سوال نداره، کلیه کم سوال میدن، تنفس بیشتر از کلیه میدن. من دقیقا همونجوری رفتم جلو. ولی اشتباه شما بگم ها، اشتباه نکنید، فکر نکنید من کلیه رو کامل نمیگم، اونم کامل میگم، سوالش رو کم گذاشتم، گفتنش همه رو میگم. خب آقا ما دو بخش داره دستگاه تنفسمون، یه بخش حادی داره، بینی، بعد میاد میشه گلو، حنجره، نای که غضروفای سی شکل داره، نایجه، دو تا نایجه اصلی که اول بیرون ششن بعد میان توی شش، بعد نایجه های دیگه تا وقتی غضروف دارن اسمشون نایجه است، بعد میشه نایجک و تو بخش حادی نایجک انتهایی. میریم بخش مبادله ای، نایجک مبادله ای و حبابک و کیسه های حبابک. خب لطفا گوش کنید، میشه من از شما عزیزان یه خواهشی بکنم؟ بچه های گلم، شما سر این کلاس هستید چون سر معلمتون منت گذاشتید، منو مفتخر کردید، به من لطف داشتید، شما و خانواده های محترمتون و خانواده های دوست داشتنیتون، به این معلم قدیمی اعتماد کردید، نه؟ من میگم بسپریم همه چیز رو دست معلممون، ما هر کاری معلممون گفت انجام بدیم، باور کنیم که برای اون نتیجه گرفتن ما بسیار مهمه، باور کنیم که اگر معلممون روی فصلی زیادتر کار میکنه و به ما میگه که بچه ها فوق‌العاده بیاییم اما ارزششو داره، باید این اتفاق بیفته، ما بهش اعتماد کنیم، ذهنمونه از این که حالا انقدر اینجا رو تست زدی اینو اینجوری کار کردی اینو بذاریم کنار. خب خواسته معلممونو کامل اجرا کنیم، دستمونو بدیم به هم دیگه، قوی بریم جلو، بعد نتیجهش هم نگاه کنیم. شما قول میدم که از نتیجهش کاملا راضی خواهید بود. من نمیتونم بگم کی چه درصدی میزنه، ولی میتونم بگم که به حد اکثر خودش میرسه. یه چیز دیگه هم تو پرانتز بگم، بعضی یه سوالی پرسیدن که آیا سوالای کنکور رو بررسی نمی کنی؟ تمام سوالای کنکور تو سوالاتون بود، همش بود، ولی من این سوال رو نذاشتم چون هر که دیده بود می اومد می زد، فایده نداشت که. برید سوالا رو نگاه کنی. تمام سوالای کنکور، مثلا یکی از سوالای کنکور محل آغاز گوارش شیمیایی هر ماده ای گذاشته بودم تو سوالاتون، عین اون رو نذاشتم. تک تک جمله ها، کلمه ها، اونایی که مهم بود تست شده. من معمولا تو همایش چون حد زیاد میزنم اونا رو میذارم از روش رد میشم. من که میدونم دانش آموز من سوال کنکور رو زده نزده، تو کتاب تست خودم هست، زده دیگه، چه فایده داره دوباره همونو بذارم؟ اون درصد چیه، واقعیه؟ ولی اگه فکر میکنید سوالای کنکور نبود، تمام نکاتش بود، چرخونده بودمش که درصد کاذب بالا نیاری. من از بادکنک پروری متنفرم،
یه کاری کنم دانش آموزم خوب بزنه. نمیدونم آیا با این قصه مواجه شدید یا نه، ولی بعضی وقتا من یه بار خب این صحنه رو به چشم دیدم که یک معلمی خیلی شیک و واضح و روشن سوالهای آزمونی که فرداش قرار بود برقرار بشه کلاس بغلی من داشت با بچه ها کار میکرد، هیچ کسی چی نمیگفت. اون موقع با خودم فکر کردم معلمه رو درک میکنم، شاید مشاور، شاید این، شاید اون بهش فشار میارن چرا این بچه آزمونش بالا نشد. بچه رو درک نمیکنم، معلمش باش داره سوالای یه کنکور آزمایشی رو کار میکنه، بعد اون میره کنکور رو صد میزنه، بعد میگه هورا. یعنی چی آخه؟ من تو آزمونای شما نکات کنکورای اخیر و به طور دقیق و خاص کنکور 99 رو میذارم، ولی غیر ممکنه این سوالو بذارم، چون اونجوری درصدتون کاذب میشه. خیلی راحت بخوام بهتون بگم بچه ها، برای اینکه تو آزمونای نکته و تست درصد بالا بیارید واقعا باید زحمت بکشید، واقعا باید خیلی خاص باشید. ولی وقتی به اون درصد بالا رسیدید اینو مطمئن باشید کنکور تو جیبتونه، اینو پسش بر بیارید اون دیگه تو جیبتونه. خب میریم در مورد این دستگاه تنفس رو میخواستم توضیح بدم، میخواستم بنویسم تقسیم بندی عمل کردی، نمیدونستم کجا بنویسم، اومدم روی این بدنه اینجا نوشتم. حالا در مورد هر کدوم یه چیزایی نوشتیم، مثلا بینی خیلی ها اشتباهن فکر میکنن موژک داره، بینی موژک نداره، بینی مو داره. این اولش ابتدای مسیر برود هوا پوست مو داره که حالا اونا رو نوشتیم، و لایه های مربوط به نای و از اون مهمتر حبابک. خب لطفا دقت کنی آقا، از بینی شروع کنم، حواسا رو به من بدین، من از بینی شروع کنم. از بینی میایم اول یه پوسته، مو داره موژک نداره، مو داره موژک نداره، همه سلولهاش در تماس با غشای پایه نیست چون چند لایه است، ولی از اینجا به بعد که دیگه میریم پوششی تو مجرا و اینا، اونا همشون همه سلولهای پوششی موژک دار در تماس با غشای پایه ان، چون اونا یه لایه هست. یه شبکه یه شبکه رگی داره، موی رگ نیست دقیقاً، شبکه رگی داره که هوا رو گرم میکنه، هوا رو مرطوب میکنه، بعد هوا میاد پایین، میاد از گلو رد میشه، میاد توی حنجره. حنجره ابتدای مسیر ورود هواست، بعد نایه. روی حنجره هم که در پوش اپیگلوته. نای لطفاً دقت داشته باشید که خارج از شش کاملا، جلوی مریه، لایه هاش از بیرون به درون اول پیوندیه، بعد قزروفی ماهیچه‌ایه، به سمت مری ماهیچه‌ایه، یعنی اون دهانه بازرسی به سمت مریه. بعدم زیر مخاط که غده ترشحی و فلان و اینا داره، و بعد مخاط. مخاطش هم سلولای پوششی داره که یه سریشون موژک داره، یه سریشون نداره. بعد میشه دو تا نایژه، راست چپ. راستیه تو شش بزرگتر سلوبی میره، چپیه تو شش کوچیکتر دولوبی میره، شش راست بزرگتر. یادتون باشه اگه گفتن نایجه ای که بریدنش از همه سختره نایجه اصلیه، یادتون باشه اگر گفتن شش گوسفند یه انشاب سومی هم به شش راست داریم. نایجه اصلیه، بعد فرعیاس. نایجه این ریز میشه قزروفش که تموم شد میشه نایجک. نایجک قزروف نداره، ماهیچه‌اش به راحتی تنگ و گشادش میکنه، برای همین در تنظیم مقدار هوای ورودی و خروجی اثر گذاره. نایجک انتهایی جزء بخش چیه؟ جزء بخش هادیه. بعدش میشه نایجک مبادله ای، نایجک مبادله ای جزء بخش مبادله ایه. نایجک انتهایی موژک داره، نایجک مبادله ای یه تیکش موژک داره یه تیکش نداره. نایجک مبادله ای جاییه که در اون بافت پوششی موژک دار تموم میشه، بعد میرسیم به حبابک. حبابک سه مدل سلول داره، دو مدل تو دیوارشه. بیشتریا سلول های سنگ فرشیان و همونان که با دیواره مویرک در نقاط متعدد قشای پایه مشترک دارن، کمترش سلولایی هن که سورفاکتانت میسازن.
سنگ فرشی هم نیستن، کتاب میگه با ظاهر متفاوت. آقا ببخشید من نگفتی حبوبک سن و سلول داره، چرا؟ الان که دو نوع گفتی، یه نوع جزء دیوار حبوبک نیست ولی جزء حبوبک هست، جزء دیوار حبوبک نیست ولی جزء حبوبک هست، جزء دیوار حبوبک نیست ولی جزء حبوبک هست. کی؟ ماکروفاژ. جزء دیواره حبوبک نیست ولی جزء حبوبک هست. ذراتو میبله. ضمن یادتون باشه سورفاکتانت به سمت داخل حبوبک، یعنی اونجایی که هوا میاد ترشح میشه. حالا عامل سطح فعال. خب ماکروفاژ جزء دیواره نیست. برای جمع‌بندی اگه جزوه خوب دارید یا در طول سال تو کتابتون یا تو کتاب مثلا چهارگانه تو اینا نوشتی فبها همون، اگه ندارید جزوه‌ای که حالا احتمالا فردا براتون قرار میدم در طول هفته به اضافه سه‌شنبه ها جزوه‌ای که دستنویس داره، همین الان بعضی هاشو اسکن کردیم. خب 181 آقا برو 181 ببینم چی کاره ای. بله تو برنامه دده به امیر حسین برای مطالعه پاسخ تشریح حسابی زمان گذاشتیم. 181 بچه ها تو رو خدا حواستون رو جمع بکنید، حالا آزمونتون هم اگه خراب کردید اب نداره، اینجا رو درست به من جواب بدید قشنگ با تمرکز، اگه چیزی بود که حالا مثلا یاد گرفتید دقت کنید که. خب خدا رو شکر محگل نفر اول من جوابش رو دیدم و درست زده. دو تا کتاب هست که در این موقع از سال من میتونم به شما پیشنهاد بکنم و کتاب های خوبیه که بهتون کمک میکنه، یکی که خیلی یکیشون خیلی خوبه یکیشون خیلی خوبه، همگی بگید تانک تست اون خیلی خوبه، سوالای استادای مختلفه، بسیار کتاب اثرگذاریه. بعد از اون اگر خواستید کتاب دیگری اضافه بکنید گیاهی چارگانه ها هم خیلی خوبه، بقیه رو نمیرسید، از کتابای من نمیرسید. مثلا کتاب 12 خیلی توش مطلب نوشتم نمیرسید، صرف نمیکنه. بنابراین هزینه علکی هم نکنید، من به شما قول میدم که همون تانک اگر خواستیدم کتاب اضافه ای کار بکنید، نداری تانکو بگیرید. خب قول میدم بیشتر از اونم بگیرید نمیرسید بزنید. جزوه ای که دارم بهتون میدم، تستایی که دارم باهاتون کار میکنم، همش هم که دیگه هزینه جدایی نداره که میذاریم رو پنل، قشنگ حالا میخونید متوجه حرفم میشید، کارتون رو خوب راه میندازه. اینی هم که دارم خلاصه می نویسم از هر خلاصه ای بهتره. حالا اونایی که یه روز یعنی دیروز وقت گذاشتن، دلم میخواد اینم بپرسم اونایی که دیروز وقت گذاشتن جزوه سه شنبه ها رو خوندن چقدر وقتشون رو گرفت؟ چون دارم این سعی میکنم صفحاتش رو کمتر کنم، میخوام اینم خیلی مثلا 3 خیلی بیشتر شد یا 3 شد اصلا یا شاید کمتر شد. میشه یه لغت با ساعت بنویسید؟ خب اینا که 181 رو که عمده بچه ها زدن، 3 باری که الله کاملا هم درسته، بالاخره بخش هادی دستگاه تنفس تو بخش واجد غضروف خودش مویرگ که داره، مویرگ هم سنگ فرشی علایه داره. 1 میگه ابتدای مسیر عبور هوا موجک داره، اول بینی موجک نداره، مو داره. 2 میگه در تولید ترشحاتی که یعنی هوا رو مرطوب نمیکنه، خلاصش اینه که میکنه. و 4 میگه در انتهای ترین بخش خودش ماکروفاژ داره، اون که مال بخش هادی نیست، مال بخش مبادله ایه. بنابراین 181 جواب میشه 3. میشه لطفاً آها ساعت رو به من بگید؟ با ساعت چیزا متفاوته. خب یه نفر زده بود 2، میشه اونی که زده بود 2 بگید بگه دوره چندمش بوده؟ یعنی میخوام بدونم از اول سال تا الان چقدر خونده که اینو با 2 خونده. چهار ساعت، 3 اونی که نوشته بود 2 میشه بگه باره چندمش بوده، بنویسه 2 دوره این، دوره اینم بود، دوره مثلا سومم بود، دوره اولم بود. یه نفر نوشته بود با دور نویسی چقدر میشه سری؟ نفهمیدم چقدر با دور نویسی.
اون بینی قزروف داره. خب ما میگیم بینی مویرگ داره یا نداره عزیزم؟ مویرگ داشته باشه سنگ فرشی یلایه داره. اوکی، من احساس میکنم عمده بچه ها میانگین 3.5 ساعت رو دارن، یعنی 4 و 3 خیلی دیدم. من باش اوکیم، یعنی میگم یک روز اگر دانش آموزم 3.5 ساعت در هفته یک دور به مطالعش اضافه بشه، به نظرم اتفاق خیلی خوبی. برای همین همچنان کار رو ادامه میدم. خوشتون میاد چهره رنگ می‌نویسم همجوری؟ فلش میزنم جوری؟ خوشتون میاد؟ خب جزء سه‌شنبه ها رو پنلتون، همه چی رو پنلتون قرار میگیره. خب 3 ساعت که خیلی خوب بوده دیگه، اون 2 ساعت شاید هم سرسری خونده. 182 آقا، 182 لطفاً با شماره سوال بزن. 182 دو مثلا بدو. 182 جواب. 182 یک، 182 جواب بدید ببینم. یک، همه با هم درست جواب میدن مثل گل طارمی. ماکروفاژ همه جا هست، این سوال داره در مورد دستگاه تنفس تو اون حفرش میپرسه. داره میگه بخش حادیش که هوا را داره رد میکنه، ذرات موجود در هوا، خوب نخوندیش، اونو میبله. اون ماکروفاژی که شما میگی دیگه تو بافتشه، نه این بر که هوا اومده. سوال 182 خیلی سه داریم و جواب هم همون سه. ماشاءالله به شما، بسیار سوال خوشگلیه. قزروف سی شک مال نایه، نای از دو نایجه هوای بازدمی رو دریافت میکنه، هوای بازدمی از پایین میاد بالا. یک میگه فاقد قزروف تنها بافت پوششی استوانه ای مژکدار، خب غلطه، به خاطری که نایجک مبادله ای فاقد قزروفه، ولی فقط بافت پوششی استوانه ای مژکدار نداره. دو که میگه دو نوع یاخته پوششی دارد، این که اصلا مجرای تنفسی نیست، عامل سطح فعال مال هوابک، هوابک مجرای تنفسی نیست. سم که جواب. 4 هم نایجک مبادله ای هم نایجکه و در تنظیم هوای ورود و خروجی نقش داره، ولی متعلق به بخش حادی دستگاه تنفس نیست. سوال 183، من با اجازتون این سوالو جواب میدم، جوابش میشه گزینه 2. میگه هر نایجه‌ای که از نایجه دیگری هوای دمی رو میگیره درون ششه. برای چی جوابشو گفتم؟ برای اینکه دیگه نمیخوام گزینه‌ها رو تحلیل کنم، چون یه جدول واسش براتون درست کردم. خوشم میاد از این کارا میکنم. این خیلی خیلی باحاله، نگاه کنید چیکار داره میکنه. مثلا نایجه اصلی آیا درون ششه بیرون ششه؟ هوای دمی رو از کی میگیره به کی میده؟ هوای بازدمی رو از کی میگیره به کی میده؟ دوباره این نای کجاست؟ هوای دمی از کجا میگیره به کجا میده؟ هوای بازدمی از کجا میگیره به کجا میده؟ الی آخر که فکر میکنم
جمع‌بندی باحالیه. خب 184 یه دونه که غشای پایه است، چون غشای پایه مشترک، ولی غشای سلولی 4 تا، یعنی 184 میشه 4. من برای اینکه بهتر متوجه بشید اینجا یه دونه تصویر آماده کردم. بچه ها نگاه کنی، اینی که من آبی میکشم، آبی فیروزهی میکشم، قشاه. ببین این قشاه سلوله حبابکه، قشاه حبابک، این سلوله سنگ فرشی حبابک. اینی که زرد میکشم قشای پایه است، این یکی هم قشای سلول پوششی دیواره مویرگه. دیگه فکر کنم همه متوجه شدن. چند تا قشا رد میشه؟ 4 تا. چند تا قشای پایه؟ یه دونه. 4 تا قشای سلولی، یه دونه هم قشای پایه. خب اینجا هم از بینی تا حبابک یه سری مقایسه تو این جدولی که قبلا تو کتابتون بوده انجام داده. انتقال گازها در خون، اکسیژن 97% به کمک هموگلوبین، هموگلوبین پی‌اش بدن رو هم تنظیم میکنه، سراسری 98 سوال اومد، 3% محلول، 72-70% بیکربنات، 23% هموگلوبین، یعنی 93% با گلبول قرمزه، 7% محلوله. سوال 185، خواهش میکنم با گزینه، یعنی بنویسید کدوما درسته. مثلا اگه کسی فکر میکنه هر چهار تاش درسته بنویسه الف به جیم دال، اگه فکر میکنه الف درسته بنویسه الف، با گزاره. در واقع اصلا انگار نه انگار زمان مثل باد میگذره. احسان علی خانی نگران نباش، ردش میکنی، جوونی و کم سن و حل میشه. نمیتونی بخونی واسه چی نمیتونی بخونی؟ ربطی نداره. الف و جیم، زرد قلمچی هم من خیلی خوب نخوندم، خوبه دیگه، چرا بد بشه؟ هر کتابی دارید دوش کار کردید، هزینه رو دست خانواده نذارید، اما خوبه. جزوه‌های من هم میتونید هر روز صفحه بخونید. پرینت هم خواستید بگیرید، تو رو خدا سیاه‌سفید بگیرید. پرینت رنگی خیلی بی خودی گرونه. من رنگی پنگی مینویسم که شما میخواید در روی صفحه بخونید دیگه پرینت نگیرید، مثلا تفکیک شده باشه. تا روز یک شنبه با کد زیست 25 میتونید کلاستون رو با 25% تخفیف ثبت نام کنید. چه درصدی خوب بود؟ بالای 70 عالی بوده. آقا درصدها رو درآوردی؟ بابا هر سال هم که زیاد بود میدونستیم دیگه، به فکرشو میکردیم. شما به شیوهی که من گفتم آزمون بدید، بی‌دقتیتون هم از بین میره. خب من فکر کنم عمده بچه ها الف و جیم انتخاب کردن، کاملا هم درسته. خط کتاب یه قسمتیش، خونی که از قلب به شش میره، شما فقط به حواستون باشه، خونی که داره از قلب میره به شش تیره است، تموم شد. پس اکسیژنش کمتره دیگه، خون تیره است. خونی که داره از قلب میره به شش میره که روشن شه دیگه، خونه تیره است. پس توی شش میره،
اکسیژن به هموگلوبینش وصل میشه، سودا ازش جدا میشه. الف و جیم 185، الف و جیم درست. خب من یه مقدار توضیح بدم در مورد این قضایا، خیلی این تیکه برام ترکیب جذابی تو ذهنم شکل داد. خود توضیح دادنش که این حجم و دم و بازدم رو بذاریم کنار هم، یک کوچولو تمرکز میخواد، بعدش میریم سر سوالاش. لطفاً با دقت توجه کنید. یک تا میشه لطفاً خانوم یا آقای یک تا خودشونو یه معرفی بکنن؟ خانوم یا آقای یک تا بالاترین درصد این آزمون بودن؟ 88%. نفر بعدی آقای محمد 76. نفر بعدی اسم نداره متاسفانه، 0921-391-16-73%. سه نفر اول یک تا محمد، نو نیم. میشه خواهش کنم یک تا جزوه طول سال؟ نه، سریع میتونید بخونید، همون کتابه. باز چند نفر این سوال میپرسن اسم پیج رو من اول اشتباه گفتم. اون پیجی که هر سوال مشاوره ای دارید یا حتی اگه برنامه درسی بخواید بهتون جواب داده میشه، اسم اون پیج هست مشاور آکادمی، هیچی هم نداره، دات مات هیچی نداره، مشاور آکادمی، همونو سرچ بکنید واردش میشید. همین امروز گفتم درستش کردم، با دو نفرم قرارداد بستم، اون هم با چند تا مشاور لینکن که به شما برنامه بدن سوالاتون رو برطرف بکنن. مشاور آکادمی 40% یه خورده بده، حجم تنفسی برونده هم عدد هن، آخه عدد محاسبه ای که نیستن که. من چجوری آخه اینو نشون بدم؟ یک پیجه که یه دونم معلوم نیست که، پست الان توش اومده. خب من هنوز یک تا رو پیدا نکردم، دوست داشتم بدونه که حالا من بله کلاسینو هم حساب کرده، اصلا یک تا از کلاسینوه. حالا آیدیش یک تا یه چی، اگر که شما اینو لطفا چک کنید بزنید به شارژ، یک تا که اومد ببینید کیه. خانم یا آقای یک تا لطفا شهر، معدل، مدرسه، خیلی ممنون میشم که معرفی کنن. خب تمرکز میخوایم، چون این قسمت یه مدل خاص میخوام بهتون درس بدم که حالت ترکیبی داره و حجمای تنفسی در دل دم و بازدم به زیبایی مطرح میشه، یه مدل سوالی خیلی باحال هم میشه باش جواب داد. تمرکز داشته باشید، لطفاً پیام نفرستید. این سفرم راستی گذاشتم خیلی دوستش دارم، تو این 38 صفحه یکیشون خیلی خوبه، این خیلی خوبه. یه چیزی هم خدمتتون بگم، اون چیزی هم که میخواستم خدمتتون بگم
محمد چی؟ لطفاً محمد و 0921-390-1641 محمد 76 اون 0921-73 هر کدوم اگه لطف کنن خودشون رو کامل معرفی کنن ممنون میشم. حواسا رو خیلی خوب جمع بکنید، تمرکز بکنید، با دقت گوش کنید. راستی یه چیزی هم بهتون بگم، این جزوه‌ای که میگم این صفحه رو خیلی دوست دارم، صفحه چنده؟ تو چندی؟ نمیدونم. از این 38 صفحه میگن یکیشون خیلی خوبه، این خوب بود. این جزوه قراره که گذاشته بشه به مزایده اگر که شما عزیزان، دوستانتون، آشنایانتون، پدر یا مادر محترمتون، هر کدوم، هر کسی رو که میشناسید دلشون میخواد که یک جزوه خریداری بکنن، خیلی 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 زیاد منو خوشحال میکنید که معرفیشون کنید. من جزوه رو که تموم کردم، کامل شد، میذارمش توی قاب خوشگل، یه قاب چوبی میدم براش درست میکنن شیک، بعد برای فروشش مزایده میذارم. حالا یه قیمتی مثلا میگیم آقا از 1,000,000، یکی میگه 1,100,000، یکی میگه 1,200,000، تا حالا هر چقدر. من خیلی خیلی خوشحال میشم اگه بشه بالای 100,000,000 بخرم. حالا چند نفری هم از دوستان خودم رو بهشون گفتم که بیان تو مزایده شرکت بکنن. کسی که جزوه رو در واقع برنده بشه بخره، این جزوه یه دستنویس رو به طور کامل ما تقدیمش میکنیم و اون مبلغی رو که تعهد کرده پرداخت میکنه به محک، فیششو به ما میده، ما جزوه رو بهش میدیم. من اعلام میکنم کیه. خواهش میکنم اگر کسی رو میشناسید دلش بخواد تو این فضا وارد بشه، لطفاً معرفی کنید. اینو با تمرکز گوش کنید، من اینو بهتون بگم دیگه آخریشه. در زمان دم، من الان میخوام دم بزنم، اون درو ببندی، چت هیچی نزنی، با تمام تمرکز به من گوش کنید. الان یه بازدم کردم، هوا رو دادم بیرون، تو رو خدا با دقت گوش کن. اونایی که احساس میکنن خستن، یه خود اینجوری کنن، یه خود اینجوری کنن، یه خود اینجوری کنن، یه خود به این فکر بکنن که ممکنه خیلی 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 بیشتر از اینا خسته باشی، داری مثلا دیگه میمیری از زور خواب، از در داری میای بیرون، یکی میاد بچهش بغلشه بهت میگه آهای دکتر، خانم دکتر، تو رو خدا بچه‌م تشنج کرده، چیکار میکنی؟ اگه الان پس این برنمیای اون موقع پس اون برمیای، بهش میگی برو زندگی تو بکن، برو دنبال کارت، تو میدونی من صبح تا الان چند نفر مریض دیدم؟ خسته چیه؟ اگه قراره اون موقع فکر میکنی که خسته نمیشی و الان شدی، اشتباه میکنی. اونی که الان اوکیه، اون موقعش هم اوکیه، اون لحظه به خودش میگه مهم نیستم. این یه سری شغل، اسمشون شغله، رسمشون رسالته. معلمی شغل نیست، رسالته. پزشکی شغل نیست، رسالته. شاید بتونیم بگیم دندون پزشکی شغله. من نظرم اینه. گوش کنی، الان یه نفر میخواد دم بازدم کنه، این دیافراگمشه، دیافراگمش گنبدیه اینجوری، هوا رو داده بیرون، حالا میخواد دم بزنه هوا رو بده تو. دم که میخواد بزنه اینجوریه، دیافراگمش مسطح میشه، منقبض میشه، بین دنده‌ای خارجیش هم منقبض میشه، قفسه سینه‌اش میاد بالا و جلو. وقتی هوا رو داده بود بیرون، ببین دیافراگمش گنبدی شده بود، 1200-1300 هوا تو ریش داره، 2500. همه ما بعد از بازدم عادی 2500 هوا داریم. موقعی که دم میزنه 1200 میده روی، بازدم میکنه میده بیرون، دم میزنه 1200 میده روی. پس هر فردی با انقباض عضلات بین دنده خارجی و دیافراگم فقط 500 سی سی هوا میتونه اضافه بکنه. در این حالت دنده ها میان جلو.